منوچهر دقتی یکی از عکاسان خبری سرشناس ایرانیه که در 40 سال گذشته از خیلی از رویدادهای مهم از جنگ گرفته تا انقلاب و خشونتهای قومی عکس گرفته و لحظه های نابی رو ثبت کرده. ماه گذشته زندگی نامه او به نام شاهد عینی نوشته اورسولا یانسن، همسر آقای دقتی، به زبانهای انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی منتشر شد. این کتاب که قرار ترجمه فارسیش هم به زودی منتشر بشه، بخش‌های مهم و جذاب زندگی آقای دقتی رو به طور داستانوار و با زبانی روان روایت کرده. آقای دقتی الان از پولیای ایتالیا با ماست تا درباره این کتاب و ماجراهای زندگیش صحبت کنه. من منوچهر دقتی هستم. بیشتر از 40 ساله که عکاس خبری هستم. من تو این 40 سال خب خیلی چیزا دیدم تو زندگی، از جنگ گرفته تا قحطی، نمیدونم، با رئیس جمهورا سفر رفتم و تو هر سفر یا برنامه که داشتم همیشه یه داستانای پیش میومد دیگه. شما خیلی از لحظات بزنگاه تاریخی رو ثبت کردید، مثلا انقلاب ایران، اولین عکس‌ها از محل سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکایی‌ها تو طبس، جنگ ایران و عراق و خیلی موقعیت‌های دیگه. چطور این اتفاق می‌افتاد که برای شکار لحظه در زمان مناسب در مکان مناسب بودید؟ ببینین، به عنوان یه عکاس اولا که باید اونجایی که اتفاق می‌افته باشی. یکی از چیزهای عکاس اینه که بدونه که به اصطلاح امکانی هم اتفاقی هست و بره اونجا. یکی اینه، یکی هم این که من اصلا نمیدونم، حتی همکارام به من مظنونن، به من میگن که تو حتما میدونستی یه همچین خبری میشه که اونجا بودی، حالا در صورتی که نمیدونم، یا اینجوری یا تو این سالهای شم خبرنگاری من باعث شده بود که بدونم که به اصطلاح کجا مهمه که من باشم. مثلا من یادم تهران بودیم و اون موقع با خبرگزاری فرانسه هم کار میکردم. من سر صدایی بلند شد یا یه خبرایی اومد که یک سری اشیاء ناشناس توی صحرای یه جای نزدیک طبس سقوط کردن و چون اون موقع خب خبرم به هر حال آسون نبود گرفتن، کسی نبود، که یه شایعی هم بود که گفتن که آدمای فضایی سقوط کردن. من گفتم به خود خودشه دیگه، باید برم از آدمای خلاصه راه افتادم و بعد 14 ساعت بالاخره رسیدم من اونجایی که این اتفاق افتاده بود. واقعا منتظر بودم که از آدم فضایی عکس بگیرم ولی رسیدم دیدم نه، اصلا یک صحنه وحشتناکیه، هواپیما هلیکوپتر سوخته و جنازه های سوخته سربازای امریکایی 8 تاشون اونجا بودن و بالاخره اولین عکاسی هم بود که صبح زود رسیدم اونجا، کسی هم نبود. و بعد یه نیم ساعتی یهو دیدم یه سری کامیون و ماشین دادن میان جلو، اومدن و وایسادن، پیاده شد، دیدم خلخالیه، خلخالی، همین آیت الله خلخالی معروف که به هر حال به جلاد انقلاب هم معروفه، توی اون هلیکوپترهای سالمی که امریکایی‌ها جا گذاشته بودن پر پول و چیزهای مهم بود که اینا رو همه رو خلخالی برداشت. و بعد دیگه اصل داشت غروب میشد، به این دوروریاش گفت که این کیسه ها رو بیارین، جنازه ها رو بذارین تو، و بالاخره اینا گذاشتن این چیزها رو تو کیسه. داشت شب میشد و اینا یه کامیون آورده بودم، منم خب همینجوری خودم با چیز رسونده بودم، نه ماشین داشتم و اینا. خلاصه خلخالی گفت بیا ما تو رو میرسونیم. ما رو گذاشتن توی اون کامیونه که این جنازه های سربازای امریکایی بود، شبم تاریک دیگه، نه چراغی، حدود 4-5 ساعت ما تو این شب فکرشو بکنیم با 8 جنازه امریکایی و خلخالی تا ما رسیدیم سر دوراهی جاده اصفهان و یزد. من اونجا پیاده شدم و بالاخره یه اتوبوس اومد، اتوبوس سوار شدم و رسوندم خودم و تهران و عکسارم زود مخابره کردم که خیلی تو صفحه اول نیوزویک و بیشتر مطبوعات دنیا چاپ شد. شما بارها موقع عکاسی با خطر مرگ روبرو شدید، درباره این جان به در بردن هاتون برامون بگید.
من ببینیم مثلا تو 5 سال جنگ ایران عراق هر لحظه، هر روز، هر ساعتش از بغل گوشمون رد میشد. من بارها شد که آدمایی که حتی 1 متری 2 متری من بودن زخمی شدن، کشته شدن، ولی خوشبختانه من سالم در رفتم. یا سال 96 توی فلسطین بودم، من از تظاهرات درگیری فلسطینی و اسرائیلی عکس می گرفتم و خب یه تکتیرانداز اسرائیلی منو زخمی کرد با یک گلوله خیلی انفجاری، حتی تو ساق پام زد، که من خب 18 ماه توی بیمارستان اولی تو پاریس بودم. میگم توی 40 و چند سال نمیدونم، شاید صدها بار واقعا خیلی نزدیک بودم دچار مشکلات بزرگتری بشم. زخمی شدن که 2 بار 3 بار زخمی شدم، ولی خب خوشبختانه تونستم از اون مخمصم بیام بیرون به قول معروف. چه چیزی باعث میشه به رغم خطراتی که عکاس خبری رو تهدید میکنه تو این سالها به کارتون ادامه بدین؟ ببینین، اون اعتقادیه که شما به کاری که میکنین داره. برای اینکه من معتقدم که عکس یا عکاسی میتونه مسیر تاریخ عوض کنه، میتونه به هر حال اون نه تنها یه جنگ و بلکه مسائل اجتماعی رو بروز بده، بیرون بیاره و باعث بشه که تغییرات مثبتی ایجاد بشه. میدونین که از قدیم گفتن که اون که سر دار بود کسی بود که اسرار هویدا میکرد. یعنی ما هم بالاخره جزء کسایی هستیم که اسرار هویدا میکنیم دیگه. برامرین این خطرش هست که بالاخره سرمونم بالای دار بره یا اینکه زخمی بشیم، اینام هست. شما بارها تو شرایط قرار گرفتید که باید درد و رنج رو ثبت میکردید. آیا جاهایی بوده که دوربین رو کنار گذاشتید و به سوژه کمک کردید؟ بله، این واقعا از مسائل خیلی مهمیه که ما روبره هستیم، چون بالاخره انسانیم، دل داریم، چشم داریم و تو این شرایط وقتی شما میبینید که مردم زجر میکشن، آواره ها که تو بیابونا ول شدن، بالاخره نمیتونید به عنوان یه انسان کاری نکنین. من بارها شده که دوربین رو کنار گذاشتم، به کمک کردم، حتی رانندگی کردم. یادم تو جنگ خلیج اون موقع داشتم بین کویت و عراق میرفتم، تو بیابون دیدم مثلا یه پیرزن با 2-3 تا بچهش و نوه هاشو که زنده بودن برداشته تو وسط بیابون تشنه دارن میرن، اونا رو سوار کردیم بردیم به یه اردوگاه آواره ها. بالاخره یه همچین کارهای دیگه، اون چیزی که از دست آدم برمیاد خب تو شرایط باید بکنه. در کتاب از دوستی و همکاری شما با بقیه عکاسای خبری مثل عباس عطار، آلفرد یعقوبزاده و کاوه گلستان صحبت میشه. از شرایط کار برای عکاسان خبری در ایران قبل و بعد از انقلاب و رابطتون با همدیگه برامون بگید. بله، خب ببینید، شرایط کار کردن اون موقع ها خب الان هم هنوز ادامه داره، برای عکاس خبرنگار خیلی سخت بود. یعنی من بارها توی تظاهرات خیابونی تو ایران، چه زمان قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کتک خوردم، دوربینامو شکستن و خوشبختانه خب جون سالم به در بردم. تو این شرایط ما ببینید هیچ چی میگن رقابتی وجود نداشت، برعکس من مثلا با کاوه خیلی با هم نزدیک بودیم، با هم کار میکردیم، خیلی سفرها رو با هم میرفتیم. این به یکی از دلایلش این بود که به هر حال تنهایی رفتن خطرناکتر از بود این بود که چند نفر باشیم با هم که بتونین بالاخره یه اتفاقی افتاد همدیگر رو کمک کنین. بنابراین من مثلا حدود 12 سفر که تو جبهه جنگ ایران عراق بودم، حدود 10 تاشو با کاوه گلستان و آلفرد یعقوبزاده با هم بودیم. امروزه موبایل های دوربیندار در اختیار شهروندهای زیادی است که باهاش اتفاقات و رخدادهای مهم رو ثبت میکنن. به نظرتون این پدیده چه تأثیری روی عکاسی خبری گذاشته؟ ببینید، من تو این 40 سال گذشته هر جای دنیا که بودم
به عکاسای محلی تولید کردم. یعنی همیشه سعی کردم از سومالی گرفته تا فیلیپین، عراق، حتی توی کابل بعد از سقوط طالبان با رضا یه انجیوی به اصطلاح رسانه‌ای درست کردیم و من اونجا اولین مدرسه عکاسی خبری افغانستان رو به اصطلاح راه انداختم که اولین عکاسای زن حتی دختر افغان رو که الان دیگه عکاسای معروف اونجا شدن و من تربیت کردم. یا حتی یکی از عکاسا مسعود حسینی جایزه پولیتزر برد 3 سال پیش. و بالاخره من واقعا هدفم این بود که به اصطلاح این داستان زندگی مردم رو خودشون تعریف کنن، مردم محلی. چون ما به عنوان اون موقع عکاسایی که به هر حال تو نیویورک و پاریس زندگی میکردن میرفتیم یه هفته 10 روز و واقعا اون عمق داستانو امکان نداشت بگی. ولی خب عکاسای دیگه که رو به اصطلاح حرفه‌ای که رو سوژه های بلند مدت کار میکنن خب این اهمیت خودش هم داره. مثلا من خودم برای نشنال جیوگرافیک سالها کار کردم، رو بعضی سوژه ها 1 سال کار میکردیم. ما 5 تا 10 تا سفر می رفتیم و بالاخره نتیجهش که شاید 20 تا 30 تا عکس چاپ می شد به اصطلاح تعریف کردن داستان با عکس های مختلف بود. اینو عکاس های حرفه‌ای فقط می تونن بکنن.